درود خدمت شما، وقتتون انشالله که بخیر باشه و با آرزوی سلامتی برای شما. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب بریم سراغ یک ویدیوی بسیار مهم. حالا من هر موقع این رو میگم، بچه ها میگن که تو همیشه میگی ویدیوهات مهمه و ویدیویی نیست که مهم نباشه. ولی خب آره، واقعا همشون مهم هستن. اول از همه باید به اون موردها بپردازیم که انشالله دیگه دغدغه ذهنی نداشته باشید. احتمال قبولی شما توی کنکور 1403 و یه سری توضیحات دیگه که میخواییم بهشون برسیم، کاملا توضیحشون بدیم که دیگه مشکلی براتون وجود نداشته باشه. اول از همه باید خدمتتون عرض کنم که خود کنکور 1403 یه کنکور بسیار عجیب بود، از این لحاظ که خب وقتی ما نگاه کردیم دیدیم که نتایج کل که اومد ترازهای مقدار به رتبه ها نمیخورد، به درصدا نمیخورد. این ستا همیشه باید با هم مچ باشن، منتها این بار با هم مچ نبودن، یعنی عدم سازگاری با هم داشتن، انگار یه چیزی کم و زیاد بود این وسط. و به قول معروف خیلی از بچه ها نگران شدن که نکنه این اتفاق برای ما افتاده باشه و تراز واقعی رو بهمون ندادن یا کلی موردهای دیگه که میخوایم راجع به این مورد به قول معروف بحث رو داشته باشیم. اینم بهتون بگم توی چنل تلگرام بچه ها من چند تا وایس گذاشته بودم، حتما عضو بشید. کلن تبلیغ چنل تلگرام میاد روی صفحات و میتونید اول ویدیو یا آخر ویدیو که اوترو ما هستش، یعنی در واقع وقتی ویدیو تموم میشه یه اوترویه که آیدی ها گذاشته میشن، اسم گذاشته میشه و کلن خیلی جالب هستش، میتونید نگاه کنید. توی چنل تلگرام اومدیم وایس گذاشتیم در رابطه با ویدیوهایی که قرار داده میشه و یه سری صحبتهایی که نمیشه ویدیوش کرد، اونجا رو هم حتما دنبال داشته باشید. خب خیلی از بچه‌ها نگران قبولی کنکور امسالشون هستن که واقعا من با بررسی‌های خیلی زیادی که انجام دادم شاید تونستم 70% به یه نتیجه برسم و عجیب بود که نتونستم 100%ش کنم، به دلیل اینکه بعضی جاها تناقض داشت با هم و یه مقدار کار رو سخت کرده بود. امسال یک مقدار ارزش تراز بالاتره، یک مقدار ارزش تراز بالاتر، یعنی مثلا یک نفر که 60% کنکور زبان رو میزنه به عنوان مثال، به جای اینکه تراز کنکورش مثلا بشه 9000 باید تراز کنکورش مثلا میشد 9600، میشد 9500، میشد 9000 و مثلا 400 بالاتر میشد. برای خیلی از بچه ها این کم بوده تراز اتفاق افتاده، اما آیا به ضرر داوطلبه یا نه؟ در واقع نه، به دلیل اینکه وقتی ترازها و درصدها و رتبه ها داده میشه همین موارد رو هم به دانشگاه ها میدن، یعنی به قول معروف همه این درصدها و همه این فرمول ها به دانشگاه ها داده میشه که به قول معروف بتونن پذیرش خودشون رو بر اساس نوع رتبه بندی امسال انجام بدن. مثلا اگه همه بخوان به درصد 80% برسن به عنوان مثال توی کنکور زبان، خب اصلا به موفقیت نمیرسه کسی. جایی که همه سطحشون بالا باشه هیچ کس نمیتونه قبول بشه، ارزش اونجا میاد پایین. به خاطر همونه که بر اساس اون رتبه بندی و درصدی که اون سال کنکور داده میشه به داوطلب، دانشگاه بر اساس اون میان و کارا رو انجام میدن. مثلا امسال خیلی از بچه ها نگران قبولیشون بودن که به خاطر همون من بهتون میگم که فکر نمی کنم برای شما مشکلی باشه. یعنی اگر قبلا یه دانشگاه X با رتبه 3000 شما رو پذیرش میکرد یا با تراز 3000، تراز مثلا 9000 شما رو در واقع دریافت میکرد و پذیرش میکرد، ممکنه امسال چون یه مقدار ارزش تراز رفته بالا، خود تراز یه مقدار پایین تره ها به نسبت درصد، ولی ارزش رفته بالا، مثلا بیاد بگه خب عیب نداره، من با رتبه 4000 هم شما رو پذیرش میکنم، میتونید بیایید. پس عملا خیلی مشکل خاص و حادی برای شما به وجود نمیاد. ببینید این مورد رو که دارم براتون عرض میکنم بر اساس تفکرات خودم، پیگیری خودمه. ممکنه مثلا یکی از بچه ها بگه نه
واقعا تراز اومده پایین و ممکنه ما قبول نشیم، یا ممکنه یکی بگه نه تراز اتفاقا واقعی بوده و مثل سالهای قبل رتبت خوب باشه پذیرش میشی، رتبت خوب نباشه پذیرش نمیشی. به هر حال ما داریم اینجا حالت یه پادکست مانن صحبت میکنیم، مکاتبه میکنیم با هم، تعامل داریم با هم، نظراتتون رو به من میگید، ایده هاتون رو به من میگید، منم اونا رو منتقل میکنم به جاهای دیگه که به نفع شما باشه و منم ایده های خودم رو به شما منتقل میکنم، با هم تعامل داریم که به بهترین نفع ممکن کار پیش بره. این از نکته اول که خواستم براتون بگم. یکی از بچه‌ها پرسید آیا برای کنکور 404 هم همین مورد برگو همین مورد برقراره، همین شرایط هستش؟ باید بگم که مشخص نیست. چرا؟ مثلا کنکور سال 402 به نظر من یکی از کنکورهای سخت و نفسگیر و طاقت فرسا برای کنکوریای زبان بود که طرف با رتبه 300 نتونسته بود یه دانشگاه روزانه قبول بشه، رفته بود آزاد، یعنی خیلی افتضاح بود. از لحاظ پذیرشی دانشگاه اصلا پذیرش نمی کردن، ولی خب طبق مکاتباتی که سنجش با دانشگاه داشت برداشته شد اون محدودیت و الان امسال دوباره شرایط خوبه. ولی شرایط همه کنکورها خوب شد، ولی تو ترازدهی یه مقدار مشکل به وجود اومد. مثلا بچه هایی که به قول معروف دیپلمشون متفاوت بود، یهو دیدیم که 2000 تا تراز بهشون اضافه شده بود بعد از اعتراضی که کرده بودن. 1000 تا تراز، 500 تا، 100 تا برای یه عده نادری که اون 2000 تا در واقع حقشون بوده، یعنی تراز واقعیشون بوده که به خاطر اشتباه سیستم کم بهشون داده شده بوده که درست شد. حالا خیلی از بچه‌ها اعتراض زدن، دیدن نه ترازشون همون بوده و اضافه نشده، کم هم نشد. من اطلاعاتی دریافت نکردم از بابت اینکه بچه‌ها اعتراض بزنن ترازشون کم بشه. امسال خیلی کم بود همچین موردی. برای 404 بعید میدونم دیگه مشکلات باز امسال باشه، به خاطر اینکه هر سال یه تغییر جدید و اولیه توی کنکور به وجود میومد، همون تغییر ممکن بود باعث بشه که کنکور یه جایی کار ایراد داشته باشه، بلنگه. امیدوارم سال آینده دیگه کامل کامل همه چی باشه. به خدا بچه ها، به خدا، به خدا قبولی توی کنکور خیلی راحت تر شده به نسبت سالهای قبلی و این قبولی که ما میخواییم بهش برسیم توی سال آینده یا حتی توی امسال اصلا قابل مقایسه با چندین سال پیش نیست. شاید چندین سال پیش منابع محدود بود، ولی امسال اینقدر همه منابع خوب و قابل فهم شدن. فقط کافیه شما زمان بذارید، استمرار داشته باشید، مطالعه خودتون رو داشته باشید که بتونید انشالله با موفقیت همه موارد رو سپری کنید، صرفا با داشتن یه مشاور. چون من توی ویدیو قبلی هم براتون گفتم شما مثلا بخواید مهاجرت کنید، بخواید اصلا شنا یاد بگیرید، بخواید یه ورزشی رو برید، ممکنه تئوری چیزی رو مطالعه کنید، ولی در نهایت برای اینکه تو وقتتون صرفه جویی بشه، تلاشتون تو مسیر درست باشه، تلاشتون بیهوده هدر نره، به جای اینکه یه ساله دو ساله تو کنکور موفق بشید نکنیدش 5 ساله، همه اینا به واسطه داشتن مشاوره که حل میشه. من قبلا هم گفتم براتون، مثلا شما میخواید برید مهاجرت کنید، آیا فرصت آزمون و خطا دارید؟ نه. شما میخواید کنکور رو مطالعه کنید، آیا فرصت آزمون و خطا دارید که بگید خب من امسال حالا میخونم، شرایط رو برای خودم پیش میبرم، بعدش دیگه هر چی شد، یهو رتبت میاد 90000، 100000، 150000، 30000 مثلا زبان. خب این اشتباهه. باید منابع درست رو بدونی، همه موارد رو بدونی، به جای اینکه دوباره بلند شید مسیر رو برید، به دیوار بخورید، دوباره برگردید، 2 سال 3 سال این کار رو انجام بدید، میتونید یک بار هدفتون هرچی بزرگتر، فداکاری شما در راه هدفتون بیشتر. نمیشه بدون دادن یک سری از مسائل و فداکاری کردن هدف رو به دست بیارید. دارید تعامل میکنید با دنیا، میگید من اون هدف رو میخوام. برای رسیدن به هدف چی نیازه؟ زمان خوب، وقت خوب، استمرار، هزینه، وضعیت‌های متفاوت، همه اینا رو باید بدید که هدف رو به دست بیارید. اگه ندید به دست نمیاد. مشاور میاد زمان شما رو اصلاح میکنه، بهبود میده، نمیذاره الکی توی مسیرهای بیراه تلاش کنید و بعد ناامید بشید. خب مشخصه شما میخواید برید شنا یاد بگیرید، نمیرید پیش کسی که نجاره، یا خودتون اگه بخواید شنا رو یاد بگیرید ممکنه 3 سال طول بکشه، ولی پیش کسی که غواصه
غریق نجاته ممکنه 6 ماه بهتون یاد بده. کسی که بلده اگه پیشش باشید شما میتونید یاد بگیرید و به صورت کامل موفق بشید. کسی که میخواد مکانیکی یاد بگیره، اتفاقی که براش میفته اینه، 2 سال میره مثلا تئوری مطالعه میکنه، میاد به صورت عملی روی کار میبینه هیچی بلد نیست، فقط اسمشونو میدونه. فقط کافیه که 6 ماه پیش خود مکانیک باشه، یاد میگیره. مشاور هم برای شما به این صورت. یه وقت ذهنیتتون رو اشتباه نکنید، چون خیلی از بچه‌ها موفق شدن، فرآیندهاشون رو انجام دادن، موفق هم شدن و رفتن و راضی و با رضایت. اون مقاومت ذهنی خودتون رو بذارید کنار و سعی بکنید که هر آنچه که برای مسیر نیازه رو فراهم کنید. یا علی.